اسماعیلی هستن پایین که در مورد فضا و اینجور چیزا از طریق مکاتبه فضا با یکی از دانشگاه آمریکا در رابطه بودن. حالا دیگه در یعنی اطلاعات کافی ندارم. آیا اسماعیل احمد بله. بله شما از کجا خبر داشتید؟ دیگه چی خبری بود که کلن سراسری بود تو کل سراسری کشور پخش شد. بسم الله الرحمن الرحیم. مشتبه اسماعیلی هستم، دانشجوی رشته فیزیک کارشناسی و کارشناسی ارشد هوش مصنوعی از راه دور و ساکن شهر لاله‌جین. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خودم رو تو این شهر گذروندم و از اون اوائل دوران کودکی خیلی زیاد دوست داشتم به در واقع پروژه ها و کارهایی که با خلاقیت و در واقع تخیل سرکار داره. خیلی دوست داشتم که داستان بنویسم، داستان تخیلی بنویسم. با اون بضاعتی که داشتم این کار رو ادامه میدادم. در اواخر دوران راهنمایی چند تا پروژه سخت افزاری داشتم، موتور در واقع بدون سوخت که با مغناطیسی کار میکرد، با سیستم مغناطیسی، و روی پروژه به اسم کاربراتور فشار کار میکردم. بعدها علاقمند شدم که در رابطه با نرم افزار فعالیت داشته باشم، با توجه به اینکه برای پروژه های نرم افزاری و برای پروژه های سافت ور نیاز به سخت افزار خاصی هم وجود نداره. و اولین نرم افزار خودم رو بعد از تقریبا یک سال برنامه نویسی به اسم نرم افزار WFP نوشتم در اون زمان، که یک نرم افزار حرکت شناسی فیزیک بود و کل محاسبات فیزیکی رو در رابطه با حرکت شناسی انجام میداد. این سیستم نرم افزاری اجازه میداد که یک کاربر به صورت شبیه سازی شده و سیمولاتورینگ حرکت اجسام رو در منظومه شمسی ببینه. مثلا حرکت یک جسم رو با یک نیروی مشخص و سرعت مشخص در یک سیاره از منظومه شمسی بتونین رو سیمولاتوری خودم کمک میکنم من باش. یادش به خیر. زمزمه همیشه ی اوستا بود وقتی کار گل میکرد و من که حواسم پس بوخ ماشین پدر میرفت تا دورها، میزدم بیرون از قاب چوبی دکان. خیالم در حجم کوچک گلی نمیگنجید، پهنه‌ای میجست برای پرواز، برای دانستن، حتی اگر به تخریب خریده های پدر می رسید. پروژه اسکاینت پروژه بود که یک سال پیش به ذهن بنده زد، برای استفاده از سیستم های GPRS برای برقراری ارتباط هواپیماهای بدون سرنشین و هواپیماهای سبک با زمین با یک پهنه باند بالاتر و بیشتر. بعد از تکمیل دموی این سیستم نرم افزاری و برنامه‌نویسی اولیه این سیستم و ارائه اون در واقع سایت علمی پژوهشی که بود، دعوتنامه از یک شرکت امریکایی برای بنده ارسال شد برای اجرای پروژه، که بعد از در واقع حمایتی که از طرف دوستان خوب من در مرکز حمایت از طرح بسیج انجام شد، این پروژه در کشور ساخته شد. البته
جوایزی که تاکنون کسب کردم برگزیده جشنواره جوان خوارزمی دوره چهارم و برگزیده جشنواره برنامه‌نویسان هلند، برگزیده جشنواره موتور جستجوگر آلمان و ساخت اولین موتور جستجوگر هوشمند مستقل کشور به اسم UES، جشنواره جوانان برگزیده حضرت علی اکبر نخستین دوره جشنواره، جوانترین مدیر عامل کشور در بخش صنعت نرم افزار و اینکه سازنده اولین نرم افزار مور و فایل های سه‌بعدی در کشور هستم. خاطرم هستش که دبیر سوم ابتداییمون تکلیف کردم برای انشا که یک داستانی رو بنویسیم و من داستانی که انتخاب کردم و نوشتم به اسم 3-2-1 پرتاب که کره سیاره زمین از در واقع جایی برای زندگی کردن دیگه نداره، سال 2020 میلادی هستش و یک سفینه اکتشافی برای پیدا کردن سیاره قابل زیست به سیارات دیگه میره و یک سری مسائل براشون پیش میاد و خب دبیرمون خیلی تشویق کردن و حتی این داستان رو با داستانه جولن مقایسه کردن و الان که الان هم هستش من تشویقشون تو ذهن بنده هست و فکر میکنم که خیلی موثر بود و خیلی کمک کرد که از قوه تخیل خودم استفاده بکنم و یعنی از تخیل خودم در زمینه کارهای کاربردی و علمی استفاده کنم. تا چه شود به آقابت در طلبه